به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده عزیز، ما در سلسله برنامه های نام های زیبای خداوند در قسمت 15 هم قرار داریم. الغفار. الغفار از نام های زیبای خداوند مهربان می باشد که در 5 مورد در قرآن کریم ذکر گردیده است، اما نام الغفور در 91 جا ذکر شده است. غفار و غفور از ریشه کلمه مغفرت گرفته شدند. معنای غفار و غفور بسیار بخشنده و مغفرت کننده و پوشاننده گناهان می باشد. خداوند می فرماید آگه شو به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. سوره شورا آیه 5. و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. و او آن است که توبه را از بندگان خود قبول میکند و از بدی ها در میگذرد و آنچه میکنید میداند. سوره شورا آیه 25. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنها است غالب آموزگار. سوره صاد آیه 66. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و به درستی که من برای کسان آمرزنده هستم که توبه کنند و ایمان آورند و کار شایسته کنند پس راه راست یابند. طه 82. آیت های مذکور قرآن کریم بر بخشش و رحمت بیکران خداوند غفار دلالت می نماید. خداوند غفار است، یعنی گناهان بندگان توبه کننده را می پوشاند و به فضل و کرمش عفوشان می نماید. رحمت و مغفرت خداوند به حد و کنار است و بنده باید از رحمت و مغفرت خداوند غفار ناامید نشود. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که چون وحشی عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم را یعنی حمزه را به شهادت رسانید، به سوی طایف فرار نمود و بعد چند پشیمان شد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه نوشت و گفت آیا می توانم توبه نمایم؟ سپس این آیه نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. بدرستی خدا آن را که برای او شریک مقرر کرده شود نمی آموزد و غیر آن هر کی را خواهد می آموزد و هر کی برای خدا شریک مقرر کند همانا به گناه بزرگ افترا کرده است. سوره نساء آیه 48. وحشی گفت شاید من داخل و شامل این رضا و خواهش خداوند نگردم. سپس این آیه باز نازل شد و آنانند که با خدا معبود دیگری را نمی پرستند و هیچ نفسی را که خدا حرام کرده است نمی کشند مگر به حق و زنا نمی کنند و هر کی این کار را بکند به عقوبت دشوار برمی خورد. روز قیامت عذاب برای او دوچند کرده شود و آنجا خار شده جاوید ماند مگر آن کس که توبه کرد و ایمان آورد و عملی شایسته نمود. پس این جماعه‌ای اند که خدا بدیهایشان را به نیکی‌ها بدل سازد و خدا آمرزنده مهربان است. سوره فرقان آیه 67. باز وحشی گفت شاید من یکان عمل صالحی نداشته باشم و خداوند مرا نبخشد. سپس این آیه نازل شد. بگو ای بندگان من که بر خود از حد تجاوز کردید، از رحمت خدا ناامید مشوید. هر آینه خدا همه گناهان را یک جا می آموزد، براستی که او همان آمرزگار مهربان است. سوره زمر آیه 53.
سپس وحشی از سر صدق توبه نمود، اسلام را قبول کرد. وقتی به این آیت ها نظر می نماییم، می بینیم که انسان هرچند گناه کبیره را انجام داده باشد هم، وقتی از سر صدق توبه نماید، خداوند غفار او را می بخشد. تصور کن وقتی خداوند غفار عیب و گناهانت را در دنیا پوشانید و در بین خلایق شرمنده نکرد، اما اگر توبه نمایی تو را در آخرت از این هم بهتر فضل و کرم میکند و میبخشد. ولی این معنای آن را ندارد که انسان نقشه کشد که حالا گناه میکنم و سپس توبه مینمایم. چون این نقشه کشی نمودن پیامدهای خوب نداشته، شاید به محروم شدن از توبه نمایی برده رساند. صفوان ابن محرز رضی الله عنه میگوید که ابن عمر رضی الله عنهما در وقت طواف کعبه بود که مرد در مقابلش استاد و گفت: ای ابن عمر، آیا در باره گفتگوی بنده با پروردگارش در قیامت از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی شنیده ای؟ ابن عمر رضی الله عنه گفت: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مؤمن را آنقدر به پروردگارش نزدیک میکنند که خداوند حجاب رحمتش را بر او میپوشاند و گناهانش را برایش بر میشمارد و میفرماید: آیا فلان گناهت را شناختی؟ آیا به گناهانت اعتراف میکنی و آن را به یاد داری؟ بنده میگوید: خدایا، گناهانم را شناختم، بله، با گناهانم اعتراف میکنم و آن را به یاد دارم. خداوند میفرماید: آن را در دنیا برایت پوشانیدم و امروز نیز آن را برایت بخشیدم. السلام علیکم و رحمت الله.